سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در کنفرانس خبری روز جمعه خود از همسویی اعضای گروه پنج به یک در مورد اینکه مذاکرات احیای برجام باید از کدام نقطه شروع شود خبر داد شش دور مذاکرات غیرمستقیم تهران و واشنگتن با میزبانی اتحادیه اروپا در وین و با حضور دیگر اعضای برجام در آخرین روز خرداد ماه بدون نتیجه متوقف شد دولت ابراهیم رئیسی با وجود اصرار جهانی و از مذاکرات هنوز زمانی را برای حضور در گفتگوها اعلام نکرده است. گزارشی از فرهاد پولادی در این بره. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در کنفرانس خبری تلفنی خود در پاسخ به سؤالی در مورد برنامه سفر رابرت مالی نماینده ویژه این وزارت خانه در امور ایران به اروپا و دیدار با مقامات سه کشور فرانسه، آلمان و بریتانیا با محوریت اثرگیری مذاکرات هسته‌ای با ایران گفت کشورهای گروه برجام و آمریکا در مورد نقطه از سرگیری گفتگوها هم نظرند. Uh, من وارد جزئیات مذاکرات دیپلماتیک نمی‌شوم ولی کافی است بگویم ایالات متحده، سه کشور اروپایی و در ابعاد وسیتر، گروه پنج به علاوه یک در این نظر متحد هستند که دیپلماسی کماکان موثرترین راه را برای جلوگیری قابل راستی آزمایی از دستیابی ایران به سلاح هسته ای فراهم می کند. و ما در این نظر هم متحد هستیم که مذاکرات در وین باید در اولین فرصت ممکن و از همان جایی که دور ششم پایان یافت از سر گرفته شود. سخنگوی وزارت خارجه ادامه داد رابرت مالی پس از سفرش به سه کشور امارات متحده عربی قطر و عربستان سعودی همکتون در فرانسه است. و پس از چند روز دیگر به واشنگتن باز خواهد گشت به گفته نت پرایس محور سفر آقای مالی به کشورهای عرب حوزه خلیج فارس علاوه بر بحث درباره احیای برجام درباره نگرانی ها از اقدامات ایران در منطقه نیز بود آقای پرایس در مورد دیدار رابرت مالی با مقام ارشد وزارت خارجه کره جنوبی در پاریس گفت در این دیدار بر باقی ماندن به قوه خود اجرای رژیم تحریم ها بر ایران تا زمان تحقق بازگشت به پیروی کامل از برجام تاکید شد امروز در تهران حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه دولت ابراهیم رئیسی با اشاره به گفتگوهای اخیر با انریک مورا معاون هماهنگ کننده ارشد سیاست خارجه اتحادیه اروپا در تهران و ادامه آن در بروکسل بار دیگر تکرار کرد که به زودی مذاکرات هسته اثر گرفته می شود تعلل ایران در حضور پای میز مذاکره در وین صحبت درباره گزینه ب را از سوی طرف مقابل رسانه کرده است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا ده روز پیش در کنفرانس خبری مشترک با همتایان اسرائیلی و اماراتی خود در واشنگتن گفت اگر مسیر دیپلماسی با ایران که بهترین مسیر برای جلوگیری از دستابی ایران به سلاح هسته است شکست بخورد ما آماده هستیم همانطور که وزیر خارجه اسرائیل گفت به گزینه‌های دیگر روی آوریم فرهاد فولادی صدا آمریکا